اسناد حقوق بشری حکایت از اجرای 40% از اعدام‌های سیاسی عربستان در منطقه شیعه نشین قطیف دارد. ابتدا با هم گزارش همکاران را ببینیم. اسناد حقوق بشر نشان می‌دهد که 40% از اعدام‌ها در حکومت سعودی به دلایل سیاسی در منطقه شیعه نشین قطیف اجرا شده است که از آن به عنوان آینه سرکوب در این کشور توصیف می شود. سازمان اروپایی حقوق بشر سعودی تأیید کردند که از ابتدای ژانویه 2016 تا پایان فوریه 2024 بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در رسانه ها 229 مورد از اعدام‌های اجرا شده در عربستان سعودی را با احکام دادگاه تخصصی و اعدام‌های دست جمعی زیر نظر داشته و یک مطالعه آماری بر اساس آن انجام داده است. تجزیه و تحلیل این اطلاعات نشان می‌دهد که 93 مورد اعدام یا 40% از کل اعدام‌ها افرادی از منطقه شیعه نشین قطیف را هدف قرار دادند. قابل ذکر است که جمعیت عربستان سعودی تا پایان سال 2023 به 32,175,000 نفر رسید که طبق همین سرشماری جمعیت قطیف تقریباً 552,000 نفر برآورد شده که درصدی حدود 1.7% جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. سازمان‌های حقوق بشری عملیات سرکوبگرانه در منطقه شیعه نشین قطیف را دنبال کرده و خواهان توقف آن و پاسخگویی مقام‌های حکومت سعودی در چارچوب تعهد به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی هستند. از سال 2016 مقام‌های سعودی اجرای احکام اعدام صادر شده که به طور رسمی در پرونده‌های تروریسم توسط دادگاه‌های جنایی صادر می‌شود را آغاز کرده‌اند که بعضاً مربوط به ابراز عقیده و شرکت در تظاهرات بوده، اما حکومت سعودی این گونه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را به ویژه در مناطق شیعه نشین تحت عنوان عملیات تروریستی جرم تلقی می‌نماید. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی، سلام عرض ادب. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه خبر. بزرگواریم. جناب آقای رئیسی، در گزارش اشاره شد که 40% اعدام‌ها در عربستان در منطقه شیعه نشین قطیف اجرا شده، در حالی که کمتر از 2% جمعیت عربستان در این منطقه است. این آمار حکایت از چه واقعیتی داره؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن. شیعیان عربستان در استان‌های شرقی این کشور با طیف گسترده‌ای از تبعیض شدید مواجه هستند و متاسفانه گزارش هم حاکی است که اقلیت ها به ویژه شیعیان از رنج بیپایانی در مسئله برخورد دولت سعودی با این اقلیت شیعیان مواجه هستند. 10 تا 15% جمعیت عربستان رو شیعیان تشکیل میدهند و قطیف هستند و اتفاقا این استان ها استان های نفخیز عربستان هم هستند و متاسفانه از حضور در فعالیت‌های عمومی و عرضم به حضورتون که و فعالیت‌های کاری و نیروی انسانی محروم شدن و به حاشیه رانده شدن. مسئله حقوق بشر در عربستان یه موضوع لاینحلی در عرصه بین المللی که علی‌رغم مدارک و شواهد فراوان این دولت با اقداماتی بازدارنده متاسفانه مواجه نیستش. سرکوب گسترده بازداشت مخالفان، منتقدان، روشنفکران و فعالان حقوق بشر و به خصوص اقلیت شیعه که خیلی بسیار پر اهمیت هست، هم به لحاظ نوع جمعیتی که دارن، هم به لحاظ مشترکات دینی که حتی در کشور عربستان با سایر برادران مسلمان خود دارن، یک بسیار مسئله مهم نسبت به جمعیت اقلیت در این کشور. علاوه بر بازداشت، اقدامات خودسرانه از جمله شکنجه، بدرفتاری در زندان‌ها و مصادره اموال اونها صورت می‌گیره. یعنی اونقدر شدت و حدتی که در تبعیض علیه این اقلیت
مظلوم داره صورت میگیره نسبت به بقیه نیستش. و اون چیزی که از همه مهم داره و قابل تأسف هست اونی که همه این اقدامات بدون هیچ رویه قانونی که منطبق با حقوق قضایی باشه اعمال میشه. حتی در گزارش سازمان ملل و دیدمان حقوق بشر در سال 2022 اومده که 81 نفر رو در یک روز، فکر کنم در ماه مارس 2022 بود، اینها اعدام کردن و زندانهای این کشور تبدیل به گورهای دست جمعی شده. اینا نشون میده که علارغم همه ظاهرسازی های که میشه، خشونت یک ویژگی ذاتی دولت عربستان و معمولا مبتنی بر خشونت و سرنیزه اعمال کنه این دولت رفتارهای خودش. بله، آیا این گونه اقدام های حکومت عربستان با ادعای انجام اصلاحات در این کشور سازگاری داره؟ متاسفانه من صدای شما رو نه. بله، یه مرتبه دیگه خدمتتون عرض میکنم. آیا این گونه اقدام های حکومت عربستان با ادعای انجام اصلاحات در این کشور سازگاری داره؟ پرسش خوبیه. اصولا دولت های خودکامه و انحصاری که ذیل فرمان یک شخص داره میشه به خودکامگی فرو میرن و چون پشتوانه ملی و مردمی خودشون رو از دست میدن با تکیه از سرنیزه و امنیتی کردن مسائل و مشکلات جامعه و مردم اون جامعه اعمال رفتار میکنن برای بقای خودشون و حکومت خودشون. از این رو لحظه تحمل مخالفین رو ندارن و با حربی تروریست با اینها برخورد میکنن، با مخالفین، یا اونها انگ مزدور بودن میزنن، یعنی به معترضین انگ مزدور بودن میزنن، پس با تروریست خواندن و مزدور بودن معترضین خودشون سعی در توجیه رفتارهای سرکوبگرانه و خشونتبار خودشون دارن. عربستان به خاطر وجود حرمین شریفین داعیه جهان اسلام رو داشته، ولی متاسفانه امروز با این رفتارهای خشن سرکوب شدیدی که نسبت به منتقدین و مخالفین خود و معترضین خود داره و این تبعیض ناجوان مردانه که روا می داره، خودش رو از حیز انتفاع ساقط کرده و خود به خود از این رهبری خودخواندهی که برای خودش ساخته سقوط کرده. و علاوه بر اون حتی در عربستان می توانیم بگیم که حتی اون تاریخ عربی خودش رو هم ویران کرده. احکامی که اجرا میکنه همه مبتنی بر زور سرنیزه و برای بقای خودش، در حالی که اکثریت مطلق مردم تنها به جرم ابراز عقیده و شرکت در تظاهرات و اعتراضاتی که برای رفع تبعیض صورت میگیره اعمال انجام به اصطلاح اعمال نفوذ میکنن این دولت متاسفانه. بله، تشکر میکنم از شما رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، با ما همراه بودند.